سلام به شما عزیزان، ممنونیم از اینکه در مجموعه ما قرار گرفتید. میخوایم با هم آزمون قلمچی سه دیما رو بررسی داشته باشیم، یعنی بررسی تحلیلی. نمیخوایم سری تست رو انتخاب کنیم بگیم این گزینه است. میخوایم یک به یک به صورت تحلیلی بریم جلو که هم برای این آزمون هم آزمون‌های بعدی و حتی هر آزمون دیگری رو که در زمین‌های مختلف هستش، مثل گزینه دو، مثل نشانه، مثل ماز، هلیسنچ و بسیار آزمون‌های دیگری که مرسوم هستش، از اونا هم بتونید در مجموعه استفاده بکنید. خب آزمون سیده 1400 قلمچی پایه 12 ریاضی تجربی، من هم که خب مشخص هستش حسین مصبا هستم و این هم که آیدی کانال من هستش ادسان عربیک مصبا، که حتما توصیه میکنم وارد این کانال بشید. مطالب متنوع خیلی زیادی هستش، روزانه مطالب مختلفی رو در اونجا داریم، آزمون های گوناگونی رو در اونجا قرار دادیم، شب هم پاسخ صوتی اون رو داریم، به علاوه این که هشتگ های متعددی رو در این کانال من سنجاق شده که می توانید از اون هشتگ ها که از 0 تا 100 به موضوعات مختلف پرداخته ازش استفاده بکنید و کلا مفید هست برای بچه های کنکوری و کسایی که میخوان نتیجه عالی رو دریافت بکنن. ادسان عربیک مسوا. خب بریم برای بررسی تست ها. مورد اول، باز از جهت یادآوری هم برای بچه های خودمون هم بچه هایی که کسایی که الان مهمان هستن بهش بپردازیم، و اون این که ما یک اصلی رو درست کردیم، یه مخففی رو درست کردیم تحت عنوان فزج من، به این شکل برای تست های ترجمه. فزج من، فزج من، دوبار تکرارش میکنیم، تو یاری و یاور من. اینم به جهتی که مثلای بعدیش درست بشه، فزج من، فزج من، تو یاری و یاور من. اگر شما به این مخففی که من درست کردم بهش توجه بکنید، بسیاری از تستای ترجمه رو با همین مخفف و توجه به اون می توانید به نتیجه برسید. ف نشانه فعل ها هست، فعل ها به لحاظ زمانی، این که تقسیم میشه به ماضی، مضارع، مستقبل، باز اینو مثبت منفی دارم، ماضی باز اقسامی دارد، ماضی ساده مثبت، ساده منفی، نقلی مثبت، نقلی منفی، بعید مثبت، بعید منفی و استمراری مثبت و منفی، التزامی مثبت منفی و مضارع باز به همین شکل، اخباری التزامی مثبت منفی، مستقبلم به همین شکل، که حتما خب خیلی از شما اگر کار کردید به اینا اشراف دارید. در غیر این صورت در کانال من این مجموعه هست و میتونید ازش استفاده بکنید. پس فعل ها به لحاظ زمانی در جایگاه اول رو دارن. تو هر تستی فعل ها برای ما مهم هستن. حدود 70% تست های ترجمه از همین مقوله فعل ها به لحاظ زمانی میتوانیم استفاده بکنیم. جایگاه دوم تست های ترجمه ز هست، یعنی ضمیر. ضمیرهایی که درون جملات میام، بود و نبودشون و در ترجمه باید باشد یا نباشد، اونم حتما بهش توجه داشته باشید. جیم، جمع بودن کلمات، اگه کلمه به صورت جمع اومده مراقب باشید که تو همه گزینه‌ها شاید به صورت جمع ترجمه نکرده باشه، یا مفرد اومده به صورت جمع ترجمه شده. پس جمع بودن کلمات. و میم، معرفه بودن، کلماتی که معرفه هم به صورت معرفه ای ترجمه بشه. و نون هم نکره. این شاکله اصلی ترجمه است. فزج من، فزج من، تو یاری و یاور من. فعل ها، ضمیر ها، جمع ها، معرفه ها و نکره ها. البته موارد ترجمه فرمولای زیادی دیگری هم داریم، اما در نگاه اولیه به این موضوعاتی که بر این مخففی که من مطرح کردم بهش توجه خواهید کرد، چون ما میتونیم حتی مثلا گاهی وقتا کلماتی هست که توی جمله عربی اومده اما تو برگردان اونا اصلا به کار برده نشد یا اضافه به کار برده شده، حذف اضافه کلمات، اینا هم میتواند باشد. خب بریم به استناد این مطلب و ببینیم که چگونه هستش. ما فعلایی رو داریم در اینجا تحت عنوان لا تهینو،
ولا تحزنوا. خب میدونید که اینها نهی دارن میکنن ما رو، نهی مخاطب هستش. و از همه مهمتر این که شما عربی 12 درس دوم بحث حال رو خوندید، این واو واو حالیه است، این جمله بعدش هم جمله حالیه است، پس می نویسم این واو واو حالیه، واو حالیه یعنی به معنای در حالی که، این رو ما نیاز داریم، این جمله هم جمله حالیه است، جمله حالیه. خب بریم ببینیم در حالی که رو کجا داریم، میریم سراغشون. در حالی که، اما در دو نداریم، در سه نداریم و در اینجا هم داریم، پس بین 1 و 4 میخوایم انتخاب کنیم. این گزینه رفتن کنار، موند 1 و 4. خب 1 و 4 در 1 میگه سوسی نکنید و محزون نباشید در حالی که شما برترید اگر مؤمن باشید. هر چی ما نیاز داریم در گزینه 1 آورده شده، پس گزینه 1 ما گزینه انتخابی است. اما در گزینه 4 ببینیم غلط چیه. دوچار سوسی نشوید. خب یه دوچار، این اصلا نیازی نیست ما به این واژه بپردازیم، یعنی این یه چیز اضافی هستش. و غمگین نباشید در حالی که اگر ایمان بیاورید. ببینید در حالی که انتم الان جمله حالی هست، یعنی وا باید برای این جمله در حالی که بیاد، نه اینکه بیاد اگر ایمان بیاورید. این یه غلط در اینجا. و غلط بعدی قطعا هست، شما واژه تأکیدی ندارید اینجا، ان به معنی اگر هست، نه ان نیست که معنای قطعا ترجمه بشود. پس اینها در گزینه 4 مواردی هستند که باعث حذف این گزینه هم خواهد شد و میماند گزینه 1. اشاره میکنیم به اینکه واو حالیه است به معنای در حالی که، و انتم الاعلون هم جمله حالیه است، تمام، و به همین شکل باید رعایت بشود. این گزینه انتخاب شد. مورد بعدی بریم ببینیم چه داریم. اراده، یه فعل داریم به نام اراده. اینم اراده، یه فعل ماضی است، ماضی ساده هستش. اما در گزینه دو میگه میخواست، به صورت ماضی استمراری معنا کرده و این غلطه. اخل اسقر بر وزن افعل. بچه ها میدونید اسم تفصیل دیگه، نه اسم تفصیل، اسم تفضیلی یعنی کوچکتر. خب در اینجا میگه برادر کوچکترم، میپذیریم برادر کوچکترم، و اینجا برادر کوچکم، اینم که پس حذف شد، اینم حذف شد، میمونه گزینه 4 برادر کوچکترم، اینم میپذیریمش، برادر کوچکترم. حالا میریم برای ادامه. 1، برادر کوچکترم خواست. خواست رو میپذیریم، اراده فعل ماضی است. توانایی دوستانش را در پرتاب بیازماید، توانایی دوستانش را، قدرت زملائهی، توانایی دوستانش را. اما بریم برای 4 ببینیم چی میگه. تصمیم گرفت، ایرادی برش نیست، که توانایی همه همکلاسی هایش را. همه کجاست؟ کل نداریم، جمعی نداریم، فقط داریم میگه قدرت زملائهی. این واژه واژه اضافی هست و تا انتها این گزینه هم حذف شد. پس بنابراین گزینه ای که برای ما باقی ماند گزینه 1 هست. و موارد، یکی اراده فعل ماضی است، ماضی ساده، یکی هم اخی الاسقر، اسقر برادر کوچکتر من یا کوچکترم. به همین شکل این موارد کمک کرد و همچنین قدرت زملائهی، این هم در اینجا کمک کرد و ما گزینه 1 رو انتخابش کردیم. بریم برای مورد بعدی. صوت و ارجل. بچه ها ارجل جمع رجل هست، ارجل به جمع اومده، اینجا می نویسم ارجل جمع برای رجل هستش، یعنی پاها. خب بریم ببینیم کدوم گزینه داره به این موضوع اشاره میکنه. اینجا میگه پاها، اینجا هم میگه پاهای. اما در گزینه
اینجا میگه پایه، اینجا میگه پایه. پس این دوتا رفتن کنار. سریع یک علامت منفی بگذارید که دیگه به اون گزینا برخوردی نداشته باشید. میریم برای دو و چهار. صدای پاهای مرگ در خیابانها شنیده میشود. خب اینجا شما توجه دارید که مؤلمن رو داریم. مؤلمن حال هست. حال یعنی اینم باید مطرح بشه. حالت رو داره بیان میکنه. در اینجا دیگه شما میبینید که اصلا اشاره ای نکرده. اما در گزینه چهار صدای پاهای مرگ در خیابانها درد آور، درد آور شنیده میشود. حالم اومد، معلمنم معناش صورت گرفت و گزینه چهار انتخاب خواهد شد. یکی ارجل به ما کمک کرد، یکی هم معلمن که حال هست و در یعنی این معنا باید در جمله دیده بشود که در گزینه بالا این گونه نیست. در خیابان ها دردناک شنید صدای پای، در گزینه دو صدای پاهای مرگ در خیابان ها شنیده می شود و اون معلمان دیگه در اینجا ترجمه نشده. پس گزینه چهار رو انتخابش می کنید. ملاحظه کردید ارجل جمع هست، همون فزج من جمع های کلمات رو هم حتما اگه جمع هست بهش دقت بشود. بریم برای مورد بعدی. هناک صدیق و اف صدیق و افزل و من. اینجا هم ببینیم چی داریم. افضل و من، حتما دقت داشته باشید بچه ها. بعد از افعل تفضیل، اگر بعد از افعل تفضیل من بیاد به صورت صفت تفضیلی، صفت تفضیلی ترجمه میشه به صورت صفت تفضیلی. این یک مطلب. و بریم جلو بعدم ببینیم چگونه است. گزینه یک دوستی برتر از کتاب در این جهان وجود دارد. هناک هم که میدونید بچه ها، هناک اول جمله به معنای وجود دارد، وجود دارد یا هست یا است استفاده میشه. خب بریم ببینیم در گزینه یک ما مواردمون چگونه است. هناک رو داریم، خب وجود دارد اومده. دوستی به صورت نکره برتر از کتاب در این جهان، تا اینجا مشکل نداریم. و او یک دوست مخلص است که تو را از گمراهی من خواهد کرد، من خواهد کرد. در صورت که یمنعو به صورت یه فعل مضارع است، مضارع اخباری، اما خواهد رو میدونید دیگه برای مستقبل میاریم. پس این دیگه اینجا هم حتی در اینجا هم این مسئله به کار برده شده که این هم باز غلط هستش، چون فعلامون فعل مضارع اخباری هستن نه مستقبل. خب این که رفت کنار. مورد دو، در این دنیا دوستی بهتر از کتاب وجود دارد. همه موارد تا اینجا موردی نداریم. و او دوست با اخلاصی است که عیبهایت را به تو هدیه می نماید و تو رو از گمراهی باز می‌دارد. در گزینه دو ما موردی نداریم که بخواد حذفش کنیم، همین رو انتخاب می‌کنیم. اما بریم برای سه. در این جهان بهترین دوست، خب اینجا بهترین اومد، بهترین دوست، این غلطه، این غلطه، چون صفت عالی باید افعل تفضیل به یک اسم دیگری اضافه بشه. اگر اسمی افعل تفضیل به یک اسم دیگری اضافه شد به صورت صفت عالی ترجمه میکنیم. مثلا میگیم که احسن القصص، یعنی بهترین قصه ها، بهترین داستان ها. اگه من اومد صفت تفضیلی معنا میکنیم، اگر اضافه شد به یک اسم دیگری به صورت صفت به اصطلاح صفت عالی ترجمه میشود. خب اینم پس غلط شد. میریم برای چهار. دوستی در این دنیا وجود داره که بهتر از کتاب عیبهایت را به تو اهدا میکند و مخلصانه تو را از گمراهی باز می‌دارد. خب اینم که جابجا شده دیگه. دوستی در این دنیا به اصطلاح وجود دارد که بهتر، در صورتی که میگه دوستی بهتر از کتاب در این جهان، اینم باز یک جابجایی رخ داده. پس بنابراین گزینه دو گزینه مطلوب ما هست که انتخاب می‌شود. گزینه دو رو انتخابش می‌کنه. و مورد بعدی، خب
اخوات که ترجمهش اومده خواهران من، ان کنه تکرهنه، اینم که فعلمونه که فعل مخاطب هستش، لحوم هم اکل لحوم اخی، کنه میتا، میتا باز حال هست چون بحث حال رو داریم، در اینجا باز حال زیاد اومده. خب در اولی، خواهران من بیگمان شما از خوردن گوشت های برادر مرده ایتان، برادر مرده ایتان میدونید در اینجا برادر مرده ایتان این جالب حالت صفتی پیدا کرده، در صورتی که حال هست نباید به صفت ترجمه بشه، این غلطه. مورد دو، قطعا خوردن گوشت های برادرتان در حالی که، در حالی که مرده است، ببینید حال معنا شد، ناپسند می باشد، باز غلط ما اینجاست، ناپسند می باشد، این فعل فعل مخاطب هست و اینجا فعل غایب هست، اینم میره کنار. مورد سه، اگر، خب این اگر دیگه یه چیز اضافه است، اعداد شرطی مثل این ما اینجا نداریم، اینم میره کنار، میمونه گزینه چهار، بیشک شما، بیشک شما خوردن گوش های برادرتان را که مرده است، ببین این که هم یکی از نشانه های حال هست، که در حالی که با آن آ، حسن خندان و با شتاب به منزل رفت و آب گوارا، گوارا نوشید، اینا معانی حالی هستند. خب مرده است ناپسند می‌دارید برای این فعل، پس از غیبت دوری کنید، اینم اجتنب که یک فعل امر هست، فعل ها درست ترجمه شدن و همه موارد رعایت شد، گزینه چهار رو انتخابش میکنیم و مواردی که به ما کمک کردن یکی این هستش که مخاطبه، بعد یکی میتا هست که حال هست باید به صورت حال ترجمه بشه و سایر موارد. خب اینم از این، بریم برای مورد بعدی، تعیین کنید صحیح رو. اتظنین ان اسعار، اسعار بچه ها، اسعار به نظر شما مفرد یا جمع؟ اسعار مفرد یا جمع چی هستش بچه ها؟ اسعار مفرد یا جمع؟ جمع، باریکلا. اما اینجا نگاه کنید چی معنا شده، گفته که قیمت، در صورت که قیمت ها، خب این غلط، ادامه نمیدیم، میریم برای دو. گفته که قد حسن خلق هذا الطالب بعد تکلم، بعد این بعد تکلم مشاور حاضر، خب صحبت کردن مشاور ماهر با او، خب اینجا میگه بعد از، این واژه اصلا در ترجمه نیامده، اخلاق این دانش آموز را نیکو گردانیده است، این واژه بعد در اینجا به کار برده نشده است، این بعد رو ما اینجا باید بیاریم که نیاورده و غلط هست، این گزینه هم غلط شد. بریم برای سه، علینا ان نبتعد، خب همه تون میدونید که علینا و الینا که اول جمله میاد، علا و الا اول جمله، امری است، دستور میده به ما، باید نباید به این شکل باید استفاده کنیم، واجب است بر ما. حالا بریم ببینیم این کار کرده، از کسانی که عیب های دیگران را با کلام پنهان یا با اشاره یاد میکنن دوری میکنیم، دوری میکنیم، خب این غلطه دیگه، باید دوری کنیم، واجب است، باید دوری کنیم یا واجب است دوری کردن. این موارد ما باید داشته باشیم که در این گزینه هم این کار رو نکرده، پس علا و الا، علینا، الینا، علیکه، الیکه، اول جمله، اینا دستور میدن به ما، امر میکنن به ما، که اینم انجام نشده و گزینه چهار هم خود به خود میماند که هر آنچه در داخلش اومده است درسته، فعلایی که داریم، اشاره ها و اسمای جمعی که داریم، اینا همه، این لم با فعل مضارع ماضی منفی ترجمه میشه که ماضی منفی هم ترجمه شده و درست هستش، گزینه 4 رو انتخاب میکنیم. خب اینم پس از این گزینه که موارد مشخص شد، بریم برای تست بعدی، تعیین کنید خطا رو. صورت سوال حتما دقت بکنید بچه‌ها که خطا رو میخواد. خب برای اولی که اتذکر و الیوم الذی زرت اصدقاء القدما، روزی را بیاد می آورم که دوستان قدیمیم را دیدم، همه چیز درست هست، فعلامون
یاد میآورم یه فعل مضارع، یه فعل ماضی، همه دوستانم که جمع هستش همه رو رعایت کرد. اما میریم برای گزینه دو. در گزینه دو لم یکن یستتی او. بچه ها میدونید که ماضی استمراری منفی سه تا فرمول داریم براش. یکی ما به علاوه کانه به علاوه مضارع و مساییس با ما بخشید مورد بعدی کانه به علاوه لا به علاوه مضارع. این هم فرمول بعدی. مورد بعدی لم یکن به علاوه مضارع. اینا سه تا فرمول ماضی استمراری منفی هست. پس ما کانه با مضارع، کانه به علاوه لا به علاوه مضارع، لم یکن به علاوه مضارع. با اینجا لم یکن به علاوه مضارع اومده، ماضی استمراریه. اما اینجا چی ترجمه کرده؟ نتوانسته بود و این غلطه. این گزینه خطا است. گزینه دو ما گزینه خطا است و سایر گزینه ها هرچه گفتن درست هستش. دیگه بهش کاری نداریم. میریم برای مورد بعدی. جاسوسی کردن بدترین تلاش. واژه بدترین اومده بچه ها. بدترین تلاش. این بسیار صفت عالی ترجمه شده. صفت عالی. پس می نویسیم بدترین تلاش. برترین البته. بله بدترین تلاش. این میشه صفت عالی. صفت عالی چیه؟ فرمول اسم تفصیل به علاوه اسم دیگر مضاف بشه به اسم دیگری، به اسم دیگری اضافه بشود. خب در اولی اگر نگاه کنید این غلطه، چون اول باید اسم تفصیل یه چیزی بر وزن افعل بیاد اضافه بشه، این غلط. اما در گزینه بعدی اسوء محاوله میپذیریم، اینم اسوء محاوله میپذیریم. اما در گزینه 3 محاولت اسوء اینم پذیرفته نمیشود. میمونه گزینه 2 و 4. حالا بین 2 و 4 میخوام انتخاب کنیم. 2 میگه التجسس اسوء محاولت لکشف الاسرار. خب بالا رو نگاه کنید بچه ها، رازها داره میاد. رازها جمعه و اسرار پذیرفته میشود. اما در گزینه 4 میگه سر به صورت مفرد آورده است و این هم غلط شد. پس اینم موردی است که به ما کمک کرد و ما کدوم گزینه رو انتخاب میکنیم؟ گزینه 2 رو. یکی بدترین تلاش که صفت عالی که فرمولش هم اینه و دیگری هم که رازها به صورت جمع اومده. فزج من، فعلها، ضمیرها، جمعها به ما کمک کرد. گزینه 2 رو انتخاب کردیم. بریم برای متنی که اومده. من متن رو سریع موضوع داستانیش رو میخونم و بعد میریم سراغ سوالاتی که کرده. در متن میدونید بچه ها شما باید کشف داستان بکنید، یعنی داستانی که در دل این متن اومده. نمیخواد تمام کلمات رو ترجمه بکنید، داستانی که هست بیارید بیرون. حالا به دو شکل میشه جواب داد، یا از اون داستان بریم سراغ سوالات. سوالاتی که مربوط 4 تا سوالی که در کنکور میاد و مربوط به اون متن اختصاصا برای موضوعی که آمده است بهش اشاره میکنه. پس از اون داستان میریم تو دل سوال، یا از خود سوال میریم تو دل متن و ببینیم این سوال در کجای متن پاسخ داده شده. این قسمت مال اون مورد 3-4 تا تستی است که مستقیما به متن برمیگرده. اما 3 تا تست دیگه هم داریم که اعراب و تحلیل صرفیه که اونم باز مجزا است دیگه، یعنی به موضوعش که رسیدیم حالا اشاره میکنیم. خب بریم ببینیم داستان چی هستش. میگه که دستور داد یا حکم داد یک رهبر لشکری، فرمانده لشکری به مردی دستور اعدام رو داد، حکم کرد که اعدامش بکنن با شمشیر. پدرش رفت به سمت اون فرمانده و التماس عفو و بخشش اون رو کرد. فرمانده گفت که من دو تا ورق می نویسم، تو دو تا برگه می نویسم، اولی اعدام، دومی غیر اعدام، اعدام نشه، و اینا رو من در اختیار پسرت قرار میدم قبل از اینکه حکم بخواد اجرا بشه. پس اگر مظلوم باشه که نجات پیدا میکنه و به اصطلاح نجات پیدا کرد و پیدا میکنه و تمام. میگه که پدر خارج شد در حال که میدونست که اون فرمانده بدش میاد از فرزندش و به اصطلاح ترجیح میده برای اینکه اون کشته بشه. بنابراین
خواهد نوشت در دو ورقه اعدام، تو دو ورق دو برگه حتما اعدام رو می‌نویسه. مردم جمع شدن در اون روز موعود تا ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. میگه هنگامی که مرد به میدان قصاص اومد، فرمانده گفت در حالی که میخندید خبیثانه، انتخاب بکن یکی رو. پس مرد یکی رو انتخاب کرد و با خنده گفت انتخاب کردم این رو. سپس بلعید بدون این که بخونه اون رو، اون کاغذ رو بلعیدش، خوردش. فرمانده غضبناک شد و گفت که چیکار کردی؟ اون مرد گفت ای مولای من، ای سرور من، انتخاب کردم یک برگه رو و خوردمش. نگاه کن به برگه دیگه، خب اون عکس اینه دیگه، خلاف اینه. نگاه کرد فرمانده یا اون به اصطلاح فرمانده جنگی به برگه ای که باقی مانده بود. خب چی بود داخل اون؟ گفته بود اعدام شود. خب اون یکی که انتخاب کرده بود اونم اعدام شود، ولی خوردش دیگه، دیده نمیشد. میگه که نتیجه چیه؟ میگه اندکی از تفکر میتونه ما رو میتونه بسازه چیزهای بزرگی رو، و لکن قبل از تفکر واجب است که بدانیم برای هر دردی درمانی هست. خب حالا میگه که سال اول در ارتباط با مد، میگه که تعیین کن خطا رو بر اساس مد. اولی میگه که پسر نجات پیدا کرد از اعدام در نهایت این داستان، بلی این که درسته. دومی میگه مرد محکوم به اعدام مبادرت کرد به خوردن دو برگه. نه دیگه، اون که نبود، پدرش این کار کرد، اون هم یکی از دو برگاه رو. پس بنابراین خطای ما مشخص شد، این گزینه است. این گزینه گزینه خطا هست که گزینه دو رو می نویسیم و کاملا هم واضح هست. خب این از این. میریم برای بعدی. انسانی که بداند که برای هر دردی دوا هست، صورت سوال از ما چی میخواد؟ بچه ها خطا رو میخواد. میگه که چیه؟ یک، نیست قادر به ساختن چیز بزرگی. خب همین اولی خطای ما هستش. مگه میشه انسانی که برای هر دردی دوایی رو، اگر اینو بدونه، اینگونه نیست که ناتوان باشه از ساختن چیز عظیم. همین گزینه خطاست و کاری دیگه بهش نداریم. میریم برای بعدی. عین اقرب، کدوم یکی نزدیکتره به مفهوم مد؟ اولی، هیچ کسی شروع نمی کند راه رو از کوه، راه رو، حرکت رو ابتدا از کوه، از قله شروع نمی کند. خب این که ایرادی برش نیست، یعنی اصلا کاری بهش نداریم. اما مورد بعدی میگه که در قلب هر زمستانی بهاری تپنده، نابز تپنده است. تپنده، خب این درسته، یعنی نزدیک به این مورد و امید رو نشان میده. همین گزینه دو اقرب و درست است. و مورد سه میگه که دنیا نیست به اراده ما بلکه به اراده خداست. خب خداوند که اراده مطلق هستش، اما انسان هم بی اراده نیست. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. خب و مورد چهارم که لا تعامل الناس بالمثل، میگه که نباید مردم ما به اصطلاح به تبادل به مثل بکنن که میشن مثل همونا. خب اینم که کاری بهش نداریم. اما میریم برای خطا در اعراب و تعلیل صرفی. با صورت سوالا رو دقت کنید بچه‌ها، خطا رو میخواست در اعراب و تعلیل صرفی. واژه اخرى اومده. خب اخرى مؤنث آخر هست. آخر و اسم تفصیل دیگه، اسم تفضیل هست و مؤنثش میشه، مؤنث آن میشه اخرا. اخرا آخر، اخرا. خب حالا بریم میبینیم چگونه است. اولی گزینه خطا رو میخواست. اسم بله، مفرد مؤنث بله، اصلا الفش اخرا، الف تأنیث دیگه، مثل کبرا. معرفه است بله، الف لام داره. صفت تو متن اگر نگاه کنیم، صفت یا نعت، صفت نام دیگه اش هست نعت، که این درست است. دومی اسم تفصیله بله، حروف اصلیش
اخرسش درسته، مذکرش هم آخر میشه که من نوشتم، صفت برای موصوف درست، سه مؤنثه و مستر. خب مستر نیست دیگه، این اسم تفصیله و جایگاه مستری رو ندارد و بالاخره همین رو ما به عنوان گزینه خطا در نظر میگیریم. اون یکی بعدی هم که اسم بر وزن فعلا هستش، جمعش هم اخریات میشه و تمام اینا درست. و مورد بعدی یبتسمو. اگر بچه توی باب رفت، فعلی توی باب رفت، اول بری سراغ گزینایی که به اون باب اشاره میکنه، حالا یا مستقیما مثلا میگه که از باب فلان است، یا خود همون رو مسترش رو مینویسه. حالا در اینجا یبتسمو ابتسم، یبتسمو ابتسام، افتعل یفتعل و افتعال، از باب افتعال هست. حتما دقت کنین بچه ها، اگر فعلی یا کلمه توی بابی رفت، باب های ثلاثی مزید، اول بری سراغ گزینه‌ای که به اون باب داره اشاره میکنه، اگر صحیحش خواست، و اگر غلطش هم خواست تو اون گزینه که به اون باب اشاره نمی کند. خب میریم اینجا، مضارع معناش دلالت بر استمرار در ماضی میکنه، فعل و جمله فعلی مشکل نداریم، لیل مذکر سه تا حرف اصلی داره که بسمه است، دو تا حرف زائد هم داره، باب افتال دو تا حرف زائد، اینم درست است. مورد بعدی گفته که مسترش میشه تبسم، و همین گزینه گزینه غلطه، پس اینم حتما دقت بکنید، باب های ثلاثی مزید توی اعراب تعلیل صرفی اول واکاوی نسبت به اینکه از کدام باب هست داشته باشید. مورد بعدی هم تعیین کنید خطا رو در ضبط حرکات. ضبط حرکات من همیشه اشاره کردم حتما به وزنهای قیاسی توجه بکنید. کلماتی که وزنهای قیاسی دارن، یعنی وزنهای معینی دارن، مثلا باب های ثلاثی مزید، مثلا ساختار اسم فاعل و اسم مفعول، در مجرد و مزید چگونه ساخته میشن، مثلا فرض کنید ساختار مجهولی، مجهولی چگونه مجهول میشن کلمات، یا مثلا نون مثنا، نون در مثنا که نون کسره داره، نون در جمع مذکر سالم که فتح داره. به این مجموعه که وزن ثابت و معین داره حتما دقت داشته باشید. خب حالا اینجا گفته اگ سه رو، مثلا این چطور رو داریم، افعل دیگه، این اولین خطامون، این اکثر باید بشه بر وزن افعل، اکثر رو، این یه غلط. و بعدم اینجا هم حالا این حرکت اینجا گذاشته نشده، ولی حرکت اینه، آخرونه آخرونه، اینم غلطه دیگه، و به اصطلاح اینم آخرونه میشه، ال آخرونه، دیگران. خب همین گزینه یک گزینه خطای ما هستش. بریم برای مورد بعدی، تعیین کنیم صحیح رو برای کلماتی که اومدن. یحب با یفتزهو یکی معنا کرد، یعنی ضد هم معنا کرده. یفتزهو میدونید که به معنای رسوا کردن، رسوا. رسوا می کند. خب این که ضد هم نیستن، این که غلط هستش. سادت گفته که جمعش میشه سید، این دوتا برعکس باید بشه، یعنی اینم می نیستیم، سید مفرد هست و جمع آن میشه ساده، و این غلطه، اینم غلط خواهد بود، این دوتا که خطا شدن. میریم برای مورد بعدی که صغار رو به اصطلاح مفردش رو اصغر گرفته، که اینم مفردش میشه صغیر، اینم غلط هستش. و میریم برای مورد چهارم، سألتو پرسیدم، عجبتو جواب دادم، که متضاد هم هستم و گزینه چهار انتخاب خواهد شد. اینم از این مورد. بریم برای مورد بعدی، تعیین کنید افعلی که آمده برای بیان تفصیل. ما افعل چند نوع داریم بچه ها؟ یه افعل هستش که برای اسم تفصیل هست، یه افعل هست که ماضی باب افعال هست، افعل یفعل و افعال، یه افعل هم داریم که برای رنگ و عیب میاد، مثل ابیض، مثل احمر، اینا رنگ های رنگ و عیب هستش، که یا مثل اعرج، اخرس، اینا عیب هستن، رنگ و عیب، اونا رو که اسم تفصیل نیستن. خب یه افعال دیگه هم داریم که افعال تعجبی هستش، حالا اینجا من اشاره میکنم، در اولی ما اجمله اومده، ما اجمله
اگه بر این قالب شما دیدید، این صیغه تعجبه، صیغه تعجب یعنی چه زیباست. این بسیار تفصیلی معنا نمیشه، ما اجمله، ما اکثره، اینها صیغه تعجب هست. مورد بعدی من احسن الی الفقرا، این احسن فعله، اینم فعله، هر کس نیکی کند به فقرا، اینم فعل شد. مورد بعدی اینم لو اصلح الناس امورهم، اینم فعله، اگر اصلاح کنن مردم امورشان را. و مورد بعدی احمر رو داریم که رنگ، اینم نمیتونه باشه. اما در قسمت بعد احب رو داریم، احب الالوان، احب به الوان اضافه شده است، به این اسم تفصیله که معنای صفت عالی هم دار. خب پس چی شد؟ یه معفعله داریم که تعجبی هستش، یه افعال داریم که فعل است و از باب افعال هست، یه افعال هم داریم که رنگ و عیب است. اینا تفصیل نیستن، اما اگر افعالی بعدش من اومد یا افعالی اضافه شد به اسم دیگری، اون اسم تفصیل است و گزینه 4 رو انتخابش میکنیم. و مورد بعدی گفته تعیین کنید خطا رو برای اسم تفصیل. یه مطلب رو بچه ها دقت کنید، اگر میان دو تا اسم مؤنث اینجا و اینم مؤنث باشه، دو تا مؤنث داریم، میخوایم این وسط ما اسم تفصیل بیاریم، اسم تفصیل بیاریم برای دو تا اسم مؤنث، میان دو تا اسم مؤنث اسم تفصیلی که میاریم بر وزن افعل باید باشد، بر وزن افعل باید به کار ببریم، نه بر وزن فعلا. خب بریم برای گزینه 4. بعض طبقات، حالا طبقات مؤنث دیگه، و اینجا هم اخرا، اینم مؤنثه، این دوتا مؤنثن، اینم مؤنث، اینم مؤنث. حالا میان این دوتا این کلمه اومده، ظلما، خب این غلطه، این باید به اصطلاح ازلم بشه، اسم تفصیل بر وزن افعل بیاد. گزینه 4 گزینه خطا هستش. اینم از این و بریم برای مورد بعدی. در کدوم جواب به کار برده نشده اسم مکان؟ خب منازل رو داریم که منزل میشه، داریم اینجا متابع رو داریم که استفاده میشه به عنوان اسم مکان. اما دقت داشته باشید بچه ها، در اینجا این کلمه، این کلمه ما باید دو برداشت ازش داشته باشیم، یا باید بگه مزارع یا باید بگه مزارع. اگه مزارع بگه جمع مزرعه است، جمع مزرعه. اما اگه مزارع بگه اسم فاعل هست، اسم فاعل یعنی کشاورز، اسم فاعله به معنی کشاورز. خب حالا چون صحبت از کاشتن شده، کاشتن برنج و چای، بنابراین این مزارع هست، یعنی این یکی هست و کشاورزی که این کار میکنه، مزرعه که نمیکاره چیزی رو، کشاورز میکاره، پس این مزارع هست بچه ها، مزارع نیست. و بنابراین گزینه 3 ما انتخاب میشه، کلمه ای که اومده مزارع هست به معنای کشاورز و اسم فاعله و اسم مکان نیستش. همینو انتخابش میکنیم. در گزینه بعدی هم که مصانع رو داریم، اینم از این. خب بریم برای مورد 19 تعیین کنم، چرا که درش حال هست. حال بچه خودش نقشه، خودش نقش خودش رو داره، یعنی بیرون از جمله میاد تا حالت اون صاحب حال رو نشان بده و خودش باید نقش باشه، نقش دیگری رو نپذیره. حالا بریم برای موارد یک به یک بررسی بکنیم. در اولی میایم و اینو می‌نویسیم فعل ناقصه، از افعال ناقصه. متفرجونه میشه اسمش، مسرورینه میشه خبره، جایگاه خبر رو برای افعال ناقصه پیدا کرد. این هیچ. مورد دوم اثری هستش که این رو اگه بخوایم حساب کنیم صفت برای مکان، اینم که هیچی به هیچی. مورد بعدی هم میریم برای مورد بعدی که یک کلمه داریم به نام مؤمنت.
میگه انی ادیت فریضه الحج فی السنه الماضیه مؤمنه. خب این موردم اینجام که صاحب حالمون هستش، ادیتو یعنی این کارو من انجام دادم. خب مؤمنم که میشه حالش، مؤمنم حالش هست و نقش خودشو پذیرفته. اما در مورد چهارم هم این لیسه فعل ناقصه است، از افعال ناقصه. این واوش میشه اسمش، این فرهینه هم میشه خبرش، فرهینه هم میشه خبر افعال ناقصه و اینم باز نقش دیگری رو پذیرفت. پس حتما در موضوع حال از موارد عوامل رو حتما بهش دقت کنید. اینجا می نویسم پس این گزینه‌مون شد گزینه 3. اما اینجا می نویسم که نواسخ مثل افعال ناقصه و اسم و خبر دارن، اسم و خبرش، اسم و خبر دارن. پس بنابراین اگه کلمه اومد که ویژگی حال رو داشت اما از افعال ناقصه دیدید، اون خبرشه، اون خبر افعال ناقصه است، اون دیگه به عنوان حال در نظر گرفته نمی شود. اینم از این. بریم برای مورد 20، تعیین کنید حالی که وصف نمی کند حالت فاعل رو. واژه حالت فاعل یا هیئت فاعلی یا حالت مفعولی یا هیئت مفعولی مراد صاحب حال هست. پس وقتی صحبت از حالت یا هیئت فاعلی و مفعولی، نقش صاحب حال رو میخواد، یعنی نقش صاحب حال اون نقش فاعلی یا نقش مفعولی رو داشته باشه. خب بریم موارد مشخص بکنیم. اول حالمون رو در اینجا اینه، در اینجا هو یبکی هست، اینجا متتالیه هستش و اینجا هم که خاسرن هستش، اینا حالمونن. خب حالا بریم صاحب حالامون رو پیدا کنیم. در اولی این اینه و در ضمن یه حال دیگه هم ما اینجا داریم، اینم هستش، اینم حال هستش که برمیگرده به صاحب حالمون که انسان هست. و مورد بعدی صاحب حالمون قطرات هستش و بعدی هم متکاسل هست، اینا صاحب حالن. حالا ببینید صاحب حالامون چه نقشی رو در جمله دارن. اولی تسقط و بعد حشره اومده جایگاه فاعلی رو گرفت، یه جایگاه فاعل. خب در صورتی که صورت سوال میگه که جایگاه فاعلی نداشته باشه. دومی اذا از نبل انسان، زمانی که گناه کنه کی گناه کنه؟ انسان. اینم جایگاه فاعل رو داره، اینم نه. اما اینجا مسلما آن پرتاب میکند چه چیزی را؟ قطرات را. جایگاه مفعولی دادید بهش، جایگاه مفعول رو دادید، همین گزینه سه انتخاب میکنید، جایگاه فاعلی نیست. و مورد بعدی گاهی زندگی کرده است، یا به عبارت زندگی کرده است متکاسل، متکاسل جایگاه فاعلی پیدا کرد، اینم جایگاه فاعلیه. خب پس مراد از این که حالت فاعل یا حالت مفعول یعنی صاحب حالتون اون ویژگی فاعلی یا ویژگی مفعولی رو داشته باشد، که گزینه 3 قطرات که صاحب حال هست و جایگاه مفعولی رو داره. احتمال داره بگید آقا قطرات که جمع مؤنثه اما متتالیه مفرد مؤنثه. خب ما برای جمع های غیر عاقل میتونیم از مفرد مؤنث استفاده بکنیم، از مفرد مؤنث، و به همین خاطر گزینه 3 ایرادی برش. خب امیدوارم که این تحلیل ما که یه مقدار خواستیم سرعتم بدیم چون بعدش کلاس هستش، مفید واقع شده باشه برای شما و در انشالله آتی هم باز آزمونای قلمچی هر زمان بود. بدونید که هفته بعدش ما تحلیل اون رو خواهیم داشت و اعلام می شود در کانال من. کانال منم که باز حتما اگه عضوش نیستید برید عضوش بشید، ادسان عربیک مسبا، حتما عضوش بشین و از مطالب فراوان اون استفاده بکنید و که بسیار هم مفید هستش. و همچنین اگر اطلاع رسانی های
داشته باشیم برای کلاس های آنلاین یا برنامه های خاصی هم داشته باشیم در اینجا مطرح می شود. اصلا عربیک مثل با وارد کانال بشید، عضوش بشید، استفاده کنید. دوستانتونم این کانال رو معرفی بکنید که از محتویاتون استفاده بکنن. حتما وارد اون بخش سنجاب شده هشتگ ها بشید. در 20 هشتگ رو داریم که از 0 تا 100 و آموزش عربی برای کنکورتون خواهد بود و بسیار مفید. ممنونیم از شما. مفید بود بچه ها؟ ممنون، ممنون فهیمه خانم، ممنون، ممنون فاطمه خانم، ممنون، متشکر، متشکر، خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.